دوستان و همراهان همیشه کانال حسین نظر ام ام ای، درود بر شما. شهر آستانه قزاقستان، محل برگزاری رقابت های قهرمانی آسیا 2023، متاسفانه ما دقایق از کشتی رو از دست دادیم. البته کشتی کیفیت پایینی داشت و تصاویر ارسال نمیشد. در 3 دقیقه اولو از دست دادیم. دیدای نیمه های وزن 97 کیلوگرم مصطفی گلهج با دوبنده آبی دماغول کشتیگیری از بحرین قرار گرفته. احمد تاج الدینوف البته روسی الاصل هستش. بحرینی نیست، بحرینی ها یک کشتیگیر روس هم داشتن منتها تو وزن سبک‌تر. ببینیم چه میکنه در برابر کشور در مقابل این کشتیگیر روسی الاصل بحرینی. خب 3 دقیقه دوم آغاز میشه. دیدار نیمه نهایی وزن 97 کیلوگرم تا به اینجای کار 3-1 جلو افتاده در برابر کشور. متاسفانه ما 3 دقیقه قبل رو نداشتیم و نمیدونیم چطوری امتیاز رو گرفته. گزی از راه دور نشون میده تاج الدینوف. یه لحظه رو کشتی ما سعی میکنه پیش بندازه و دور بزنه کشتیگیر بحرینی رو. یه لحظه سر زیر بغل رو به جلو، باید مراقب تندر حریف باشه. دست هر دو دست زیر کت. یک بار دیگه دو سر شاخ رو از هم دیگه کار میکنه. قد و قواره تاج الدینوف به مراتب بلندتر از گلهجه. بنده نیرا به فینال راه پیدا خواهد کرد. امیدوارم که دلاور کشورمون باشه و اینجا تسلیمش میکنه. کاملا برنده کشتیگیر بحرینی را، تاج الدینوف روسی الاصل رو. 4-1. اگه همینطور ادامه بده مطمئنا یه لحظه رو زیر دو خواهم از کشتیگیر بحرینی. یه لحظه پلنگ شکن رو پل میزنه کشتیگیر ما رو. باید مراقب باشه، چارتای از دست میده. حالا یه بار اندازم چاشنی کار میکنه. حالا 9-4 توی لحظه. حالا یک بار دیگه میتابونه و یه دوتایی دیگه میگیره. یه لحظه گفلت کرد کشتیگیر ما. چه مخمسه گیر افتاد کشتیگیر خسته بحرین که اصلا فکرش هم نمیکرد اینجوری بتونه امتیاز بگیر از کشتیگیر ما. در استراحت میگیره، کاملا بریده، کاملا خسته است. یکی 50 ثانیه زمان داره و زمان کافی داره این درابر کشورمون. یه لحظه گفلت کرد، شل کرد، فکر کرد کشتی رو تموم میکنه. این کشتیگیر خسته فقط داره نفس میگیره، هیچ مشکلی هم نداره مطمئنا. کاملا خسته، ببینید نفس زنان داره زمان رو سپری میکنه تا یه مقدار دوباره انرژی جمع و جور کنه برای ادامه کشتی. یه لحظه گفلت کرد کشتیگیر ما. چهره ناراحت مربی کشورمون، اصلا انتظارشو نداشتن که اینجوری امتیاز از دست بده گلهج. یک دقیقه 50 ثانیه زمان کافی داره، میتونه کشتیگیر رو، این کشتیگیر خسته رو شکست بده. ببینید نای بلند شدن نداره این کشتیگیر. یک پای سر شاخ رو سر گردن حریف کار میکنه، رو به جلو تحت تعقیب میذاره. یک پای دیگه رو به جلو، فقط باید مراقب بدلکاری این کشتیگیر زیرک باشه. دست زیر کت، کاملا بریده کشتیگیر بحرین. یه لحظه رو سعی میکنه دور بزنه. یک بار دیگه مچ و پال از رو خود میکنه. این دوتایی دیگه میگیره، نه کورج از توشک دادن، نه دوتا تایید شد متاسفانه. بله عجب، چه با زیرکی خیلی راحت امتیاز گرفت از گلهج. اصلا فکرش هم نمیکردیم. یه لحظه رو میره سر تایید که جمع کنه، دور میزنه یا نه، پا رو گره گرفته تاج الدینوف. یه لحظه رو میخواد کنده رو بتابونه، فشار زیادی میاره، قد قواره بلندی داره ولی خب کندهش تابیده نمیشه، فشار زیادی میاره. یه لحظه رو باید مراقب باشه، کنده رو میکشه رو خودش. یک بار دیگه خاک میکنه کشتیگیر ما رو. فاصله امتیاز خیلی زیاد شد، خیلی زیاد شد. نمیدونم چرا اینجوری شد. یه لحظه کشتی از دست کشتیگیر ما رفت. 13-4. یک بار دیگه حالا جون گرفته، رو به جلو کشتیگیر ما رو سعی میکنه توشک خارج کنه. این بار ببینیم میتابونه یا نه. بالاخره میتابونه، یه دوتایی میگیره اینجا. حالا 13-6 میشه، باید بلند شه و ادامه بده. زمان زیادی نداره، بهتره که سرپا وایسته.
نه چه روشتی 13 بر 4. چه روز بعدی داشتیم ما، چه روز بعدی داشتیم. 35 ثانیه زمان داره تصدیه که ببینیم پیش میندازی یا نه. کاملا بریده، کاملا خسته است. ببینیم خوابی روی تو شک. 13 بر 8 ببینیم با اندازش رو میزنه یا نه. بهتر رها کنه تو سرپا ادامه بده. فشار زیادی داره میاره و انرژی خودش رو از دست میده. 13 بر 8 کاملا بریده، تموم شد کشتی گیره بحرین. البته روسیه الاصل هستش، اصلا گلج فکرشو نمیکرد این کشتیگیر بتونه ازش امتیاز بگیره. گلجی که کشتیهای زیبایی گرفت، دو حریف قبلیش رو با امتیاز عالی شکست داد. متاسفانه کشتی رو واگذار میکنه گلج اینجا، باید برای رده بندی و مدال برنز کشتی بگیره. خب دوستان ببینید در رده‌بندی چه میکنه. امروز اصلا روز خوبی نبود برای بچه های ما. دوستان تا دور دیگر، بدرود.